سلام مخلصانه و ارادتمندانه خودم رو به همه عاشقان حافظ که ساقی محفل ماست امشب و مطرب محفل ماست امشب تقدیم بکنم. بعد سلام عاشقانه و مستانه حافظ رو و موسیقایی حافظ رو که به قول مولانا گفت ای نیست کرده هست را بشنو سلام مست را، مستی که هر دو دست را پابند دامت می کند. سلام حافظ موزیکاله، البته این بیت تصادفاً به زبان عربی است و حافظ گاهگاهی قول و غزل رو میامیخته. قول به اصطلاح عربی میگفتن، این همه قول و غزل تعبیر در منقارش، قول شعر عربی بوده، گاهی دو بیت شعر عربی میوردن وسط شعر فارسی یا اولش به عنوان قول بعد غزل میگفتن. سلام حافظ این است که سلام الله ما کر اللیالی و جاوبت المسانی و المسادی، یعنی سلام خداوند بر همه شما باد، سلام تا مطلع فجر، تا کی؟ تا موقعی که شب پشت روز و روز پشت شب می کنید و تا هنگامی که سین دوم و سین سوم ساز به هم دیگه جواب میدن، چون معمولا موسیقیدان ها یک پرسش و پاسخ هایی میذارن، اون سیم زیرتر یه اعتراضاتی داره، شکل و شکایت میکنه چه زندگی اینا، سیم بم نصیحت میکنه که جواب میده، سیم بم معمولا جواب میده که نگران نباش، اوضاع اینجوری نیست، باشدن در پرده بازی های پنهان هم. امشب میخوایم که در این موضوع صحبت کنیم که چرا حافظ رو حافظ گفتن و چند وجه داره، چون معمولا در اون چی که در ذهن عامه مردم هست این است که حافظ حافظ قرآن بوده و البته که بوده و خودش هم اشاره کرده که به قرآنی ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری، و همینطور گفته که عشقت رسد به فریاد بر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، یعنی اگر با 14 روایت هم بخونی باید عشق به فریادت میرسه، اون به فریادت نمیرسه. و همینطور ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد مواعظ حکمی با نصوص قرآنی، هرچی کردم صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. خودش اشاره کرده که این وجه رو داشته که هم قرآن رو حفظ بوده و هم لطائف قرآنی رو در اشعارش گنجونده، گاهی اوقات این آیه رو آورده یا بخشی از یک آیه قرآن رو، لمع البرق من الطور و آنست به فلعلی لکعات بشهاب قبس، داستان حضرت موسی است که گفت انی آنست و نارن، من یک آتشی رو احساس میکنم و میبینم و میخوام که برم برای شما یک پاره آتشی بیارم. در حقیقت کار انبیا و کار شعرا به دست آوردن همون قبس و پاره آتش. گاهی اوقات مثل سلام شب وصل است و که امشب باشه انشالله، شب وصل است و تی شد نوبت هجر، سلام هیه حتی مطلع فجر، آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است. یا اشاره میکنه که ساقی به دینیازی یزدان که می بیار تا بشنوی ز صوت مغنی مبلغنی، اینا اشارات مستقیم قرآنی. گاهی اوقات ترجمه آیه رو آورده که گرت حواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، یعنی اوفو به عهدی اوفو به عهدی کن، به عهد من وفا کنید تا منم به عهد شما وفا کنم.
اما بیشتر تلمیحاتی به قرآن داره. تلمیحات رو اروپایی ها الوژن یا الوژیون تعبیر میکنن، یعنی یه اشاره میکنه، ولی اون اشاره یه مرتبه اون آیه رو زنده میکنه و روشن میکنه، تفسیر میذاره با یه اشاره که مثلا از دل تنگ گناهکار برارم آهی، آتش اندر گناه آدم حوا فکر. داستان آدم حوا رو اشاره میکنه که ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، یعنی به همه ما سجده کردن فرشتگان. چرا؟ برای اینکه یه چیزی بیش از آدمی زاد و اون تجلی الهی بوده در ما، که در حسن تو چیزی دید بیش از حد انسانی. تلمیح به داستانی نوح، مثلا داستان نوح رو در شما نقد میکنه. اولا داستان همیشگی میکنه، فکر نکنه یه زمان یه تاریخ بوده. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. تو بیا در کشتی نوح، حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه بنیاد حوادث ببرد بنیادت. یعنی اون میخانه که حافظ اشاره کرده که اون همین سفینه نوحه. حالا چرا؟ برای اینکه این طوفان نوح رو تعبیر به هوشیاری میکنن. یعنی شما وقتی هوشیار هستین، الان دنیا رو یه طوفانی گرفته، طوفان هوشیاری، یعنی همه حواسشون جمعه که چیکار باید بکنن، مسائلشون چیه، منافعشون چیه، تا از این طوفان بیداری و هوش وارهید بی این ضمیر چشم و هوش. در یار مردان خدا باش و بیه تو این کشتی، این کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه چشم از همه دل دریایی. یعنی وقتی که مست شدی اون وقت از این طوفان خلاص میشی، آروم میشی و دیگه از این کشمکش کشاکش دوران که چی رفت بالا و چی اومد پایین، همه را همین طوفان داره از بین میبره در این عالم. و گفت که کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه دل از گوشه چشم از همه دل دریایی. یا اشاره میکنه فرض کنید به داستان یوسف، یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور. یعنی جان سوره یوسف امید بخشیه، یعنی اون چیزی که از مجموعه سوره یوسف به دست میاد این که قصه نخور. اگه تای چام هستی، اگر در چاه بینی پایه خیش، سعادت نامه یوسف بنه پیش. اگه دیدی تای چاه هستی، بگو که من در میام میرم پادشاه میشم، قرار نیست که همیشه اینجا بمونم. بنابراین قصه یوسف رو یا قصه حضرت عیسی رو یه مرتبه میبینید که یه داستان بزرگ مسیحی رو در یه بیت خلاصه کرده که عیسی بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرد. همه ما یه بار قصه بگوشمون هست. یه داستانی هست در ادبیات انگلیس که من مکرر اشاره کردم که از داستانهای خوندنی ادبیات جهانه، به نام سیر و سلوک مسیحی. و اونجا این مسیحی بار رو دوششه، یه مسیحی است که داره تیه طریق میکنه بره به بهشت برسه، داره به آسمان برسه. یک بار رو دوششه که وقتی میرسه به صلیب حضرت مسیح، یه مرتبه این از دوشش میفته و اینقدر شاد میشه که he was beside himself with joy، از شادی در پوستش دیگه نمیگنجیده. حالا ببین حافظ میگه که بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرد. عیسی دمی کجاست که احیای ما کند، مژده دل که مسیحا نفسی می آید. همه اینا رو نقد کرده حافظ، همه داستانهای قرآن رو نقد کرده، گذاشته کف دست کم الان مصداق داره. فکر نکن داستان ابراهیم در آتش حسرت افتادن و آتش گلستان شدن، تمام اینها مصداق روزمره داره. یعقوب شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. و همینطور تلمیحات گوناگون که میتونم بگم بخش زیادی از
امهات مسائل قرآنی رو، مثلا داستان من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، و خوردن اون میوه ممنوعه که همه گفتن همون عشق دبوغان لامو، به قول ویکتور هوگو میگه دبوغان لامو لفقویی دفاندو، یعنی همون میوه ممنوعه. میوه ممنوعه همون عشق که ما خوردیم و ما رو ما صفحه خط تو دیدیم و یه چیزی بالاتر از عشق دیدیم ما که اومدیم اینجا، صفحه خط تو دیدیم و زه گلزار به عشق به تماشایی آن مهرگیه آمده. مهرگیه همون عشقه که بردن عشق رو ما از راه خیلی دوری آمده بایدیم بیرون هم به عشقه باریم دنبال کنم مهرگیه هم بگردیم. صفحه خط تو دیدیم و زه گلزار به عشق به تماشایی آن مهرگیه آمده. بنابراین از دیدگاه از نظر قرآنی امهات مطالب قرآن رو حافظ در خودش جمع کرده، علاوه بر اینکه اسپریچوالیتی و معنویت قرآن در تک تک ابیاتش حضور داره. لسان القیل و سخنی است که آدم حس میکنه که منم که گوشه میخانه خانقاه من است. کلام یه مانیومنتی هست، مانیومنتال کرده، با اینکه زبان فارسی میگن زبان مانیومنتال نیست، میگن زبان لاتین مانیومنتاله، یعنی باش میشه فرازها و جملات نقل کردنی ساخت. زبان عربی رو میگن مانیومنتاله، ولی حافظ زبان فارسی رو ما نگونیم بد و میگل به ناحق نکنیم، یه مانیفست میده جامعه کسیه و در خود از رب نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجی، او تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. اینقدر قویه که مثلا فکر میکنه که آیاتون بیناته، و به هم جهت اشاره کردن بعضی از بزرگون که حافظ یه ورژن دیگریست از قرآن که به زبان فارسی نازل شده. برای این هم اسپریچوالیتی قرآن رو داره، هم لطائف حکمت و معنویت قرآن رو داره، و هم مستقیما به بسیاری از آیات قرآنی اشاره کرده. این که یک. دوم، حافظ رو حافظ گفتن برای اینکه حافظ مطرب بوده. حافظ یعنی مطرب، مینسترل، بار، تروبادور که اروپایی ها میگن، از هومر گرفته اینا همشون حافظه داشتن، حافظه هاشون خوب بود و شعرها رو حفظ میکردن و اشعار هومر رو همین مطربا تونستن بعدن، چون نوشته نشده بود از طریق همین مطربا بعدن روی کاغذ آمد و تمام اودیسه و ایلیاد به دست ما رسید. برای مطربا حافظ بودن، همین توتی هند امیر خسرو دهلوی اینم حافظ بوده، یعنی اشعار زیادی حفظ بوده یا خودش میگفته، اینا رو میرفته با چند گوشیت برای مردم میخونده. و حافظ اشاره به این مقام هم در خودش کرده که من ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم میگفت، غلام حافظ خوشلحجه خوشآوازم. خوشلحجه بوده و خوشآواز بوده. غزل سرایی ناهید که الهه موسیقی هست، موزه هنر، موزه سلام ما اوفنگی موزه میگن، موزه هنر و موسیقی هست. غزل سرایی ناهید سرته ای نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز. یا در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، سرود زهره یا سماع زهره به رقص آورد مسیحا را. پس به این نکته هم اشاره کرده حافظ که با موسیقی سرکار داشته. هر بیت، هر غزل حافظ رو شما بردارین، بعیده که توش یه بحثی راجع به موسیقی، یه اشاره به موسیقی نکرده باشه. همیشه هم خود کلمات و ماده شعر پر از موسیقیه، ریتم‌های بسیار لطیف. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. این ریتم‌های حافظ رو من به صورت نقاشی در آوردم، چون ریتم فرق نمی‌کنه، میتونه پیکتوریال باشه، میتونه ویژوال باشه، میتونه چیز باشه، شنیداری باشه. این ریتم‌های حافظ فوق‌العاده لطیف و خوش‌آهنگ و کمتر از مال مولانا، ولی که وزن‌های سنگین رو به کار نبرده، همون وزن‌هایی رو به کار برده که بیشترین لطافت موسیقی رو داشته، مثل وزن بیا تا گل برافشانی، بوی بنفشه میدهد طره مشک‌بام تو،
که بعضی از اینا تو شیش هشتم قرار میگیره، موسیقیدان ها میدونن اینو. بوی بنفشه میدهد طره موش فام تو، پرده قنچه میدرد خنده دلگشای تو، دام دادم 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 دادم. یعنی یک سه دو دو، این یه ترکیبیست که یک سه دو دو، دام دادم 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 دادم، بوی بنفشه میدهد. و من توصیه کردم به آواز خونه ها که وقتی میخوان بخونن ریتم شعر رو فراموش نکنن، شعر بر خودش ریتمی داره. و حافظ میشه گفت البته چهلت به یه ریتم خیلی علاقه داشته، و اون ریتم دوش وقت سحر از گست نجاتم دادن که فاعلاتون 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 فاعلات هست. بسیاری از غزلیات حافظ حدود 30-40% کل دیوان حافظ از این ریتم استفاده شده. کما اینکه مثلا شکسپیر هم در اشعارش یه ریتمی کاملا غلبه داره، ریتم آیمبیک، تقریبا میشه گفت 80% در اشعار شکسپیر غلبه داره. بنابراین هم ترکیب کلمات حافظ موسیقاییه. عشق روخت عشق تو سرنوشت من، مهر روخت سرشت من، همطور بغل هم کلمات رو طوری تنظیم کرده که آدم احساس موسیقی. فغان کن لولیان شو خشیرین کار شهر آشو، این شو شوخ شوخ که اونجا بود، فغان کن لولیان شو خشیرین کار شهر آشو، یعنی یک آهنگ رو دنبال میکنه، چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. کلمات به قدری همدیگر در آغوش میگیرن که نشون میده که این یه بزم و یه ضیافت سیمپوزیم اشعار حافظ. و حتی اگر آدم معنیش هم متوجه نشه، مثل قرآن که آهنگش و کلماتش خودش انسانو مسحور میکنه، حافظ هم به این درجه به این مقام رسیده. سوم اینکه حافظ رو حافظ گفتن برای اینکه حافظ یکی از مهمترین امانت‌های هستی، گوهر انسانی رو حافظ بوده. یعنی در هر زمانی یه نفر باید باشه در دنیا که نگن مردم آقا عشق کو، انسانیت کو، شرافت کو، دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. مولانا میگه که عاشقی بوده است اندر عهد پیش، پاسبان عهد اندر عهد پیش. بعضیا در زمان خودشون پاسبان عهدن، عهد همین نیو تستامنت و اولد تستامنت که میگیم، یعنی بایبل، که یکیش عهد قدیم عتیقه و یه عهد جدید. ما یه عهدی بستیم که این عهد رو یه نفر باید حفاظت بکنه. و حافظ میگه حافظ راز خود و عارف راز خود و حافظ راز خود و عارف وقت خویشم. یعنی در این روزگار اگر عارفی هست منم. و اگرچه که گفته گویی ولی شناسان رندان تشنه لب را، آبی نمیدهد کس گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، ولی واقعا خود حافظ این شراب رو داده به همه تشنگان و ولی بوده، یعنی کسی بوده که زنده میکرده سخنش انسانها رو. اینم یه بچه دیگر حافظ بوده میشه. اما مهمتر از همه اینا اینه که حافظ دستاوردهای فرهنگ فارسی و همه ایدئال‌ها و آرمان‌های بشریه. یعنی هرچی دوست داشتنی تو دنیا و هرچی که زیبایی و قشنگی بوده در ادبیات فارسی همه رو جمع کرده. و همجهتم برنده شده که اگه بخوان بگن آقا یه دونه دیوان با خود تقدیری ببری، همه حافظ برمی‌دارن. چرا؟ برای اینکه هم فردوسی رو داره، چون وقتی حافظ رو داریم شکوه کلام فردوسی که یکی نام فرمود، واقعا این بنا به این زیبایی باید همین اشعار فردوسی رو زیرش خون و حافظ رو. یکی نام فرمون نزدیک سام، سراسر درود و نوید و خرام. سه تا سلام داره حافظ، چه ببخشید فردوسی، درود نوید خرام، سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد. و از اون باق بر سام نیرم درود، خداوند شمشیر و کوپال و خود. چماننده چرمه، حالا موزیک شده، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، فزاینده باد
آورگاه، یعنی میدان جنگ وقتی مثل ناپلئون که میگن وقتی بوده به اندازه 100,000 سرباز کار میکرده حضورش، فزاینده باد آورگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. حالا شما این حماسه رو حذف کنید که حافظ میگه که گدای میکدن لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنه، که از ابن فارز مسی گرفته. یا گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. بر در میکده رندان قلندر باشند، که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، حماسه کسی که میگه باید اینجا ادب بکنی به پادشاه که من اینجا یه جرعه بدم. اینجوری نیست که بعضی دارن میکنن حافظ مثلا میگفت آقا حقوق ما رو بدیم ما بریم یه چیزی ویسکی بخریم شامپاین تهیه بکنیم، اینا اینجوری نبوده. اون اصلا اونا رو آدم حساب نمیکرده که بخواد ازشون. میگه که شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مربع نکنیم، چه نمیدیم بهش. بنابراین اون شکوه و اون عظمت فردوسی رو و بعد داستانها رو شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاوشش بود. گوی خوبی بردی از خوبان خله، شاد باش. جام کیخسرو طلب که افراسیاب انداختی. باید پشت حافظ با شاهنامه و بسیاری از داستان‌های شاهنامه هم تلمیح کرده و با اون تلمیحاتش معنی داستان رو هم روشن کرده. میایم سراغ نظامی، میبینیم نظامی که مینیاتورکار بوده و واقعا لطیف‌ترین ابیات رو با ظریف‌ترین معانی و تشبیهات و استعارات بدی واقعا جواهر نشانی کرده. باز حافظ یه مقداری از اون باز روش کار کرده آورده، اگه الماسی گرفته برلیان کرده تراشه تازه بشته. حافظ در یک چیز نظامی در یه داستانی میگه که داد بلندان طلب ای گوش من، تا شبیه داد بلندان بلند. چون یه آهوی رو خواسته شکار بکنه، هرچی میزنه گیر بشته میکنه، هرچی عشق رو کار بکنه بشته میرسه. میگه تو چجوریه که این جریان نکرده؟ من از نظر من مورد نظر پادشاه هستم. اگر انسان مورد نظر کسی باشه که پروردگار عالم هست، کسی جرات نمی‌کنه بهش تیر بزنه. چشم سرینی به شفاعت گری، چشمش دیگه من تیر نزنه. اینجا بر هر دو نوشته چشم سرینی چنین خوب، بر هر دو نوشته غیر مقصود، یعنی روی آهو نوشته، روی زیبایی نوشته غضب نکنید، عصبانی نشین، تندی نکنید، با این بر هر دو نوشته غیر مقصود. حالا حافظ میگه که اون میگه که داغ بلندان طلبه هوشمند، تا شبیه داغ بلندان بلند. از کنم که داغ بلندان طلب، حافظ میگه که به روز واقعه تابوت ماز صرف کنید، که مرده این به داغ بلند بالایی. همون رو گرفته. و همینطور یکی دو بیت من از عطار بخونم که مستغرق در عطار بوده. اولا داستانهای عطار رو مثلا در یه بیت، گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. یا فرض کنیم میگه که آن یکی گفتا که تسبیحت کجاست، در عطاره. آن یکی گفتا که تسبیحت کجاست، که شبت کار تو بی تسبیح راست. گفت تسبیح هم بی افکندم زده است، تا توانم برمیان زنار بست. حالا حافظ میگه رشته تسبیح اگر بگذه است معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق. و همینطور سعدی که واقعا گفته که استاد سخن سعدیست، اما حافظ یه کار روی سعدی آدم بتونه ترقی بکنه، مثل این که هایدن میگن گفته که چطور میشه، میگفتن رو هایدن یکی میتونه، بتوون اومد گفته که رو هایدن هم میشه چیزی ساخت، آهنگ ساخت. سعدی گفته که سالها از پی مقصود به جان گردیدیم، یار در خانه و ما گرد جهان گردیدیم، خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود، آن که ما در طلبش کون و مکان گردیدیم. حالا حافظ همین شعر رو ببینید، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد.
گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. من ختم میکنم به یک شعری از پروفسور آربری درباره حافظ گفته، خطاب کرده به حافظ که ای حافظ تو میدونی که چیکار کردی؟ بذار من برات بگم. تو آمدی بدترین متریال رو گرفتی، صدای زاغ و زگن و عربده و ریاکاری و دغلی و پشت و پشتار اینها رو گرفتی، اون وقت 400 تا سمفونی دادی بیرون. چطور ممکنه در متریال واردات کارخونش، ببینید چه کارخونه بوده حافظ که واردات کارخونش زاغ و زغن و ریاکاری و دغلی و صوفی مدعی و نمیدونم ظاهر ریایی بوده، اون وقت صادراتش بوده که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و ترهین رو در اندازیم. این بزرگترین کارخانه کیمیاگری است که حافظ داشته و گفته که همونطوری که ویلیام وردزورث خطاب کرده که ای میلتون برخیز به داد انگلستان برس، مردم معنویت چین از دست دادن، شرافت از بین رفته، حالا ما هم باید بگیم حافظ بلند شو، تو به نیاز داریم الان، تو هم حافظ فرهنگ ما و حافظ معنویت ما و حافظ پیر مغان ما و حکمت ما و همه دستاوردهای ارزنده و عزیز ما هستی. بسلام.